سلام مجدد، ادامه میدیم درسمون رو با بخش گرامر بوات اوتی یونیتی 4 کافه کرم 1. لانتروگاسیون اوک او و کان، اینا رو که با هم دیگه خوندیم، گفتیم که کلمات سوالی او و کان چطوری استفاده میشه. او به معنی کجا و کان به معنی کی. گفتیم که میتونه که اول جمله یا آخر جمله بیاد و اگر که بعد از کلمه سوالی شما اسکو بیاد، فقط برای زیبایی جمله شما هستش. او اسکو ووزاله به معنی اینه که شما کجا میرید، نه که شما آیا کجا میرید. اگر که خود اسکو به تنهایی بیاد به معنی آیا هستش، ولی وقتی که با کلمه سوالی میاد فقط به معنی فقط برای زیبایی جمله هستش. میتونه که اول جمله بیاد یا آخر. ووزاله او شما کجا میرید، او اسکو ووزاله کجا شما میرید. خب توی بخش ادجکتیو پوسسیو اینا رو با هم دیگه خوندیم، صفات ملکی و قبلا توی در ویدئوهای قبلی ما تا سا مو تون سون می تی سه خوندیم و توی این درس یونیت 4 نوتر ووتر لور نو و لور رو با هم دیگه مرور کردیم. ترانسفورمه لی کستیون، تبدیل کنید سوالا رو. ایله او، تبدیل کنید به سوال. ایله او، او اسکیله، این سوالا رو میگه که تبدیل کنید به این شکل، به مثل نمونه. او کجاست و میگه که از اسکیو استفاده کنید. او اسکیله. ال اریو کان، کان اسکل اریو. من اینا رو براتون رو تلگرام هم میزنم، فقط الان براتون ترجمهشو میکنم. او کی میرسه؟ ایل وون او، آنها کجا میروند؟ نوسام او، ما کجا هستیم؟ ووز اریوه ا پاری کان، کی به پاریس میرسید؟ تو وا او سینما کان، کی میری سینما؟ ایل وا او، او کجا میره؟ Le verbe être fait le comme qui est être. Être plus nom de profession ou adjectif. گفتیم که فعل کمکی être یا با شغل میاد یا با صفت. Je suis infirmier. من پرستار هستم. میتونید بگید je suis professeur. Je suis ingénieur. Je suis docteur. خب؟ و الان اصل او تنهاست. تنها ادجکتیفشه دیگه، صفتشه، یعنی تنهاه. میتونید بگید je suis belle، من خوشگل هستم. je suis moche، من زشت هستم. il est grand، او بزرگه. elle est petite، او کوچیکه. همه اینا رو با فعل کمکی être میارید. être به علاوه preposition، پوزیسیونتون چیه؟ آ به علاوه الاپوستراف، حرفای اضافهتون، حروف اضافه رو میگن پوزیسیون. je suis à l'hôpital، من بیمارستان هستم. vous êtes à Paris، شما در پاریس هستید. nos voisins sont musiciens، همسایه های ما موسیقیدان هستن. موسیقی، کسی که موسیقی بازی میکنن دیگه، موسیقی با. پوزی لبان کستیون، سوالای درست رو بپرسید. ایله ویتر، کل اره تیل؟ جو سوی انفیرمیه. کس که وو فت، اینو داشتیم توی درسای اولیه. کس که وو فت دان لوی، توی زندگی شما چی کاره اید؟ در واقع جو مپل الان دو فو، کامان وو وو زپله، سوالش میشه. J'habite à Paris. Où est-ce que vous habitez? Nous travaillons dans un grand magasin. Ma dar ye furushgah bozorg kar mikonim. Où est-ce que vous travaillez? Nous arrivons à 7h du matin. Ma sa'at 7 sobh mirasim. Quand est-ce que vous arrivez? Ils ont 18 ans. Onha 18 saleshune. Quel âge ont-ils? Yeah. Quel âge ont-ils?
Elles vont au restaurant. آنها میرن رستوران. او است که الون. اینا رو من براتون روی تلگرام هم میذارم. ایل سون او سینما. آنها سینما هستن. او است که سون. نوتخ نو. اینجا باید با نوتخ و نو جای خالی رو پر بکنید. Nous habitons à Aix. Notre appartement. ما زندگی میکنیم در اکس. اکس که گفتم همون اکس آن پروانس هستش، اسم یه شهر هستش. آپارتمان ما، notre appartement n'est pas loin du théâtre. چرا نشد نو آپارتمان؟ برای که آپارتمان اینجا مفرده، مفرده، پس میشه آپارتمان ما، notre appartement. از تئاتر دور نیست. n'est pas loin. loin میشه دور. میگه دور نیست. n'est pas loin du théâtre. nous habitons. ما زندگی میکنیم. avec با والدینمان. میشه چی؟ avec nos parents. notre adresse. آدرس من هست 23 place Pascal à Aix. این هم آدرسشونه. اینجا دوباره همون تمرین رو دارید با وطخ و و. اینا رو میتونید برای من بنویسید و من براتون تحصیم کنم. هم برای اینستاگرام هم تلگرام یا یوتیوب میتونید برای من بنویسید. اینجا من فقط براتون ترجمه میکنم. امی سون اتودیان. دوستان من دانشجو هستند. امی اغوه اتودی لیستوار. دوست شما، دوستتان یا دوستتون اغوه تاریخ مطالعه میکنه. و اینجا امی برژیت، دوستتان برژیت اتودی لفرانسه، فرانسوی مطالعه میکنه. و همین تمرین رو دارید اینجا با لغ و لغ. لغ جمع و لغ مفرد. لغ تان، هایشان و های الاریوه دو مراتون لو رپورتر دماند او کورر لغ نو. اسمشون و اسمهای شان. خب اینجا یا باید اسمشون را بذارید یا اسمهای شان را بپرسید. خب ببینید کدومش بهتر بخوره به اینجا و کدومش درسته. اگر که اسم شما اس جمع داشت حتما باید از اس استفاده کنید، لغ با اس، وگرنه از مفرد استفاده میکنید. اینو برای من میتونید بفرستید و من تحصیل میکنم. این یه مکالمه اینجا دارید. من ببینم که اگر وقت براتون مونده باشه بریم تو ویدیو بعدی این مکالمه رو بخونیم و درس 4 شما تموم میشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.